هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای توام سر سویدا باشد. تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر، که از غمت دیده مردم همه دریا باشد. از بن هر مژه‌ام آب روان است، بیا اگرت میل لب جوی و تماشا باشد. چو گل و می دمی از پرده برون آی و درآ، که دیگر بار ملاقات نپیدا باشد. ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد، کاندر این سایه قرار دل شیدا باشد. چشمت از ناز به حافظ نکند میلاری، سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد. در انتهای شب با نام و یاد خداوند مهربان. ادب دوستان عزیز، سلام بر شما. با غزل زیبایی که از حضرت حافظ شوریده عالم معنا برایتان خواندیم، برنامه را آغاز می‌کنیم. امشب به دیدار مولانا می‌رویم در دیوان غزلیات شمس و به شکایت او از روزگار بدعهد گوش می‌سپاریم. گرد ملالی که از مردم روزگار بر خاطر تابناک و آیینه‌گون مولانا نشسته و در دیوان کبیر شمس انعکاس یافته، موضوعی است که در این گفتاران را بررسی می‌کنیم. اما پیش از پرداختن به موضوع، یادآوری نکاتی لازم است. مولانا در سراسر دیوان هجیم شمس جز یکی دو مورد به شکایت از روزگار زبان نگشوده است، زیرا شکایت از روزگار و دم را غنیمت شمردن در جهان بینی مولانا جایی ندارد. وی معتقد است که روح انسان برای رسیدن به مرحله عالی تکامل و تعالی باید مسیر این گیتی را طی کند و انسان موجودی فانی نیست که مرگ بتواند او را نابود سازد، بلکه در جهان بینی وی انسان در حکم دانه است که چون در زمین فرو رفت، بار دیگر در هیئتی کاملتر به زندگی باز می گردد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ زندگی این جهان مرحله آماده شدن است برای رستاخیز ابدی، یعنی
مرحله آمادگی برای زندگی آخرت و دیدار با پروردگار. و انسان در زندگی این جهان وظیفه دارد تا خیشتن را برای سفر آماده کند. از این رو به اعتقاد مولانا گور مردان حق بزم پروردگار است. وی از کسانی که به زیارت آرامگاهش می روند درخواست می کند که در آنجا به گریه و زاری ننشینند و اندوهگین نباشند که میا بیدف به گور من برادر که در بزم خدا غمگین نشاید. نگرش وی به جهان مثبت است و دنیا را فانی نمی داند، زیرا بر این باور است که انسان در بعد جسمانی خود خلاصه نمی شود که چون بمیرد نابود شود. آنچه مهم است جنبه روحانی انسان است که تا ابد او را زنده و جاوید نگه می دارد. این ابیات نشان دهنده گوشه هایی از جهانبینی مولانا است. گوش کنید. جهان و کار جهان سر به سر اگر باد است، چرا ز باد مکافات داد و بیداد است؟ ز باد بولهب و جنس او نمی بینی که از برای فضیحت فسانشان یاد است. چنین ثبات و بقا باد را کجا باشد؟ در این ثبات کوه قاف کمتر آهاد است. نبود باد دم عیسی و دعای عزیز، عنایت ازلی بود که نور استاد است. اگرچه باد سخن بگذرد، سخن باقی است. اگرچه باد سبا بگذرد، چمن شاد است. آشکار است که بر اساس این جهانبینی مردم روزگار به دو دسته تقسیم می شوند. دسته مردان خدا، سالکان راه حق و اولیاء الله هند که در رأس آنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایستاده است. در این گروه جز معدودی مانند رسول اکرم صلوات الله علیه که انسان کامل است، همگی در تلاش و سلوکند. سلوک به سوی صعود و سیر تکاملی به سوی معرفت پروردگار. دسته دیگر پیروان شیطانند که در رأس آنان افرادی همچون ابولهب قرار دارد. این گروه پیوسته در سقوطند، سقوط از جانب نور به سوی جهل و گمراهی و تاریکی درون. آیا کسی که در شمار سالکان راه حق است و جای پای آنان گام بر می دارد نابود می شود؟ برخورد مولانا با شمس تبریزی زندگی او را دگرگون کرد، تا آنجا که به قول خودش کار و پیشش را رها ساخت و شعر و غزل و دو بیتی را برگزید. این ملاقات زاهدی همچون جلال الدین را به شیفته‌ای ترانه‌گو بدل کرد. و به راستی چرا مولانا آن همه شیفته شمس شد و زندگی عادی و آرام خیش را رها ساخت؟ در این مورد هرچند صاحب نظران و مولوی شناسان نظریات گوناگونی ابراز کردند، اما نظر صاحب تر و موجه تر این است که عشق مولانا به شمس تبریزی عشق اوست به انسان کامل.
از دیدگاه عارفان انسان کامل در تاریخ جلوه‌های گوناگونی داشته است و در هر عصری تجلی و ظهوری دارد که به ولی یا جلوه حقیقت محمدی از آن یاد می شود. و شمس به نظر مولانا جزء اولیاء الله است. کسی است که جلوه هایی از حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در وی متجلی است. به همین علت مولانا شیفته اوست. تغییر حال مولانا پس از برخورد با شمس تبریزی باعث شد که بسیاری از اطرافیانش که او را بر آن حال و بدانسان نمی‌خواستند به آزار و اذیت وی بپردازند و مولانا در این راه سرزنش و یاوه‌گویی‌های کوته بینان را بسیار تحمل کرد. اما از آنجا که جهانبینی این عارف پرآوازه با دیگران متفاوت است، از این افراد کمتر زبان به شکایت می گشاید. مولانا بر این نکته اعتراف دارد که آشناییش با شمس او را با جهانی ناپیدا کرانه که پیشتر آن را نمی شناخت آشنا کرد و خود اظهار می کند که پیش از آشنایی با این جهان چون سینه پر قلقش داشته طبیعتاً عاشقان را ناسزا می گفته و آنان را سرزنش می کرده. اما بعد از برکت آشنایی با عشق الهی پی برده که سخت در اشتباه بوده است. او بر این باور است کسانی که به سرزنش عاشقان می پردازند که سینهشان پر از قلقش، توهی از عشق حق و پر از هوا و هوس است، عشق الهی مولانا را با دنیای نو و جهان بینی تازه آشنا ساخته است. دلم هزار گره داشت همچو رشته سحر، ز چشم سحر خوشت آن همه گره بگشاد. وی ضمن این که بر مستی و بی خودی خیش معترف است، آرزومند است که کاش عاشق‌تر و بی خودتر و شیفته‌تر بود. بی خود شدم لیکن بی خودتر از این خواهم، با چشم تو میگویم من مست چنین خواهم. من تاج نمیخواهم، من تخت نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. عاشق حق همچون دیگی است که از زر ساخته شده که هرگاه در مجاورت آتش قرار گیرد و سیاه شود غمی ندارد. پس بدنامی عاشقی که پرچم عشق الهی را برافراشته است و افراد پست و کوته بین وی را طعنه می زنند و تمسخر می کنند و سخنش را در نمی یابند، از ارج و قیمت او نمی کاهد. شور و شوقی در درون مولانا راه یافته و استراب و آتشی در خانه دل او افروخته است که دیگر غم را در سینه وی راهی نیست و از این رو می سراید: سر قصه بکوبیم، غم از خانه بروبیم، همه شاهد و خوبیم، همه چون مه عیدیم، طبیبان الهیم، ز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نتم ما او پلیدی. عارفان و سالکان که در جستجوی انسان کامل و کمال انسانند، هیچگاه از اندوه و غم یاد نمی آورند. غم مخصوص آنان است که در بند جسمند
و کمال انسان را در کمال جسمانی و تن پروری می دانند. به گمان آنان نوشیدن باده غم را از دل می زداید. لیکن مولانا عارفان را از اصل باده هم خوش دلتر و شادمانتر می داند و به ساقی توصیه می کند که افیون خیش را به آنانی بدهد که در بند جسم و محبوس غم و اندوهند. خود غم که بود که یاد آریم او را، در دل چه که بر خاک نگاریم او را. غم بادام است لیک بس بی مغز است، گر سر ننهد مغز براریم او را. مولانا بر این نکته که خیشتن را در بلا افکنده آگاه است، زیرا حلاوت‌هایی که در فنای بی خودی و مستی عشق الهی دیده است بر همه چیز ترجیح دارد. این است که به همه توصیه می کند بجوشید، بجوشید که ما بحر شعاریم. بجز عشق دگر کار نداریم. در این مزرعه پاک، بجز مهر، بجز عشق دگر تخم نکاریم. زندگی حقیقی در دیدار معشوق است و زندگی بدون عشق الهی در نظر او هیچ جلوه‌ای ندارد و به کار وی نمی آید. چون از رخ یار دور گشتم به بهار، عیدم به چه کار آید و عیشم به چه کار. از باغ به جای سبزه گو خار بروی، و از ابر به جای قطره گو سنگ ببار. بنابراین مردی همچون مولانا با آن جهان بینی خاص الهی طبیعی است که از اقتنام فرصت سخن نگوید و زبان به شکایت از روزگار نگشاید، هرچند می‌داند که جهان افسونگر و ناپایدار است. خیشتن را زیرکتر از آن می‌داند. این جهان افسونگر است و وعده فردا دهد. ما از آن زیرکتریم ای خوش پسر که دم خوریم. هنگامی که مولانا از رنج و بلای ناشی از جهان سخن به میان می آورد، آن را چراگاه خزان می نامد و نکوهشش می کند. زیرا کسانی که شیفته دنیا و زندگی جسمانی اند، همچون حیوانات در بند خور و خوابند. شناخت آنان از انسان همان شناخت ظاهری است و به بعد روحانی انسان توجهی ندارند. مولانا از این که چنین دنیایی را شناخته
آزرد خاطری خود را چنین بیان کرده است: ای جهان آب و گل، تا من تو را بشناختم صد هزاران محنت و رنج و بلا بشناختم. تو چراگاه خزانی، نی مقام عیسی، این چراگاه خزان را من چرا بشناختم؟ بدین سان مولانا با چنین طرز نگرشی کمتر از روزگار و مردمان شکایت کرده. سعی او همان بوده است تا افرادی که سخن او را در نمی‌یابند به راه آورد و از شربت عشق مقدس جامی بانان بچشاند. مدار کار او بر تحمل است و به امید رسیدن به نوبهار عشق پروردگار هر باری را تحمل می کند. نو به نو هر روز باری می کشم، وین بلا از بحر کاری می کشم. زحمت سرما و برف ماهدی بر امید نوبهاری می کشم. از عواملی که انسان را ملول می سازد و او را از عشق الهی باز می دارد غرض هاست که همچون مانعی دوستی ها را تیره می دارد. اگر غرض ها از میان برود دوستی ها روی می نماید. پس معیار او بران است که پیکار نجوید و از اغیار سخن نگوید و به جز هجو خاطر خود هجو کسی نگوید. زیرا دلی که در آغوش عشق پروردگار خزیدن گرفت از مردم دغل روزگار رهیده گشت. و می دانیم که مولانا زندگی این جهان را به این منظور می خواهد تا در آن مرحله ای از جمال روحی را طی کند و روح را به سوی کمال و تعالی پیش براند. هدف از زندگی این جهانی خوردن و خوابیدن و به دنبال مقام و جاه مادی و سوری رفتن نیست. انسان مکلف است به کسب صفات الهی بپردازد و از صفات اهریمنی دوری جوید. علاوه بر این، وظیفه انسان‌های خوب آن است که غافلان و ناآگاهان را با وظیفه اصلیشان آشنا سازند و آنان را از زندگی حیوانی باز دارند. اما مردم هر عصر و روزگاری یکسان و یک رنگ نیستند. همه مردم یکسان نمی‌اندیشند و درجه دریافت و فهم آنان از معارف الهی به یک اندازه نیست. از اینجاست که گروهی هدف آفرینش انسان را در زندگی همین جهان خلاصه می کنند. این گروه در حقیقت جز به جنبه های مادی انسان نمی اندیشند و جز خیشتن را نمی بینند. باورشان این است که چون زندگی این دنیا کوتاه است و پس از دوره کوتاه انسان می میرد، پس فرصت را باید غنیمت شمرد و تا آنجا که ممکن است به کسب لذات نفسانی و جمع مال و تناسانی پرداخت و روز و شب را در اندیشه تهیه مقدمات رفاه و سرگرمی گذرانید. برای این گروه زندگی فردی مقدم بر زندگی جمعی است. آنان با هر قاعده و آیینی که با منافع خصوصی و فردیشان سازگار نباشد یا آزادی های نفسانیشان را محدود کند مخالفت می کنند. دنیا در نظر اینان همانند چراگاهی است که شب و روز در آن باید به خوردن و خوابیدن و شهوت راندن مشغول بود. اینان سخن مردان حق را نیز فراگوش نمی گیرند. مولانا گهگاه از این گونه افراد اظهار دلتنگی می کند، زیرا در اینان گوشی نمی یابد که حریف زبان عاشقانه او باشد. حتی گاهی خیشان گذشته را اغیار می‌بیند، به ناچار ترک خیش و ترک خیشان می‌کند. مولانا در حقیقت محرمی نیافته بود تا درد خیش را برای او اظهار کند. به که گویم؟ به جهان محرم کو؟ چه خبر گویم با بی خبران؟
ظاهر بحر بود جای خسان، باطن بحر مقام گوهران. متاسفانه بسیاری از مردم روزگار مولانا به ظاهر دریا توجه داشتند و چون از باطنان درک عمیقی نداشتند، هیچگاه گوهر معنای سخن مولانا را درک نمی کردند و هر خامی هم لایق آن نیست تا اسرار عشق پروردگار را دریابد، که در راه طلب رسیده‌ای می باید، دامن ز جهان کشیده‌ای می باید، بینایی خیش را دوا کن، ورنی عالم همه اوست دیده‌ای می باید. بدین ترتیب این غریب جهان معنا گهگاه ملالت خاطر خیش را از خامانی که سخن او را در نمی‌یابند و به آزار و اذیت وی می‌پردازند اظهار می‌دارد. مولانا بر این باور است که افراد پست اگر او را می‌آزردند، سخن الهی وی در همه دل‌ها روان می‌شد. گر ضمیر هر خسی ما را نخستی در جهان، در سر و دل‌ها روان مانند صدا بودم. میان مولانا و نامحرمان فاصله زیاد است و اساساً ماهیت عاشقان حق با عاشقان نفس متفاوت است. از این رو مولانا از ذوق درونی خیش با کسانی که همدل او نیستند سخن به میان نمی آورد و می گوید آنان که به ظاهر یار ما بودند، چون عشق الهی ما را با میل خیش سازگار نیافتند، همچون خیال از پیش ما برخواستند و ما در عوض خیال یار را پیش خود بنشاندیم و از آنان اعراض کردیم. این کوته نظران دشمنان در کمینند که برای دوری از آنان باید خلوت سحر را برگزید و راز دل را در چاه گفت، زیرا چنین خامان کوتاه بین لیاقت آن را ندارند که سخن او را درک کنند. مولانا از آنان می خواهد که ملامتم مکنی در دراز می گویم، بود که کشف شود حال بنده پیش شما. عزیزان بیداردل، تا برنامه دیگر، شب بخیر و خدا نگهدار.